بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 45 تجوید قرار داریم. در این درس ما میخواییم که ادغام خلاص کنیم بخیر درسش، و ادغام در آخر دو رقم ادغام باقی مانده است، یکی ادغام تام است و یکی ادغام ناقص. ای از نگاه کیفیت ادغام است. ما گفته بودیم که ادغام به دو نوع است، ادغام کبیر و ادغام صغیر. ادغام کبیر گفته بودیم که حرف متحرک داخل متحرک میشه، و در ادغام صغیر گفتیم که حرف سکون داخل حرف متحرک میشه. و ایرام در درسای گذشته ما گفتیم که ادغام صغیر به سه نوع است، ادغام مثلین یا متماثلین و ادغام متجانس و ادغام متقاربین. و یک ادغام دیگه هم است که به نام ادغام متباعدین است. بوره باز پسانا اگر کدام وقت خودتان میتونن مطالعه کنین، یعنی که او چی است؟ حروف است که از امیدگه در مخارج نزدیکی ندارن، دور استن از یکی دیگه. ادغام مثلین یا متماثلین ما در سابق خواندیم که او تمامش ادغام تام است از نگاه کیفیت، و ادغام متجانسین ام تام داره ام ناقص داره، و ادغام متقاربین ام تام داره ام ناقص داره. ما اقدر تام و ناقص گفتیم، عالمی تام و ناقص باید بفهمیم که چی است. تام در ما آل تام میگم، در بعضی از کتاب هایی را کامل میگن، ادغام کامل و ادغام ناقص. ادغام تام یا کامل طوری است ادغام میشه که اثری از حرفی که ادغام میشه باقی نمیمونه. همو حرف را که ما مدغم میسازیم که حرف دیگه، اما حرف هیچ صداوش نمیبراید دیگه، خلاص گم میشه. مثلا شما سعی کنین در اینجا مثال شما آوردیم، من نشه، نون من از اینجا چلیپا میشه، و نونی که در نشه است او مشدد میشه. ما امو نون مشدد میخوانم، نه این نونی که در من است. وقتی که من میگم من نشه، بخاطر که نون مشدد از غنه داره، من او رو میخوانم، این دیگر نمیخوام. مثال دیگه سعی کنین، در بل رب بکم بی کته با، عرف با کته لام سکون است، را حرکت داره، و در اینجا چی شده؟ ای وقتی که ما میگیم قال بر رب بکم، میبینیم وقتی که ما لام بخی از بین میبریم، تلفظ نمیکنیم، و راز حرف باره امرای را یک جا میکنیم. ای ادغام کامل است، ادغام یا ادغام تام است که هیچ دیگه لام هیچ در تلفظ ما نبود. ادغام ناقص ادغام را میگه که اثر از مو حرف یک چیزش باقی بانه، یک آثارش باقی بانه ده. او مثلا مثالش سعی کنی، من ینقلب نوشته است، و نون ساکن پشت سرش یا آمده که ایره ما گفتیم یرملون است، در نون ساکن ایره قبلا خوانده بودیم. ایره وقتی که ما میخوانیم من ینقلب دیگه سعی کنین، من ولیین ولا نصير نوشته شده. وقتی که ما میخوانیم نون کت واو ادغام میکنیم، و تنوین کت واو ادغام میکنیم، از تنوین نون تنها اموغانیش باقی میمانه، دیگه چیزش نمیمانه. از او خاطر یک اثر، یک چیزی از نون میمانه که او غنیش است. خب چی رقمی رو میخوانیم؟ من ولی ولا نصير. خب میایم سر ادغام متماثلین. امید است که ایره فهمیده باشین. میایم سر ادغام متماثلین. به خاطر از اینکه درس ما ختم کنیم، یک بار امی ادغام متماثلین و ادغام متجانسین و ادغام متقاربین بازم برای شما تکرار میکنم. که ادغام متماثلین ادغامی را میگن که حرف در خود حرف داخل شوه، یعنی نون به نون داخل شوه، میم به میم داخل شوه، دال به دال داخل شوه. این را میگن ادغام متماثلین یا ادغام مثلین
مثلین لین امی یا اونونه که من مثلین میگم معنی دوره میتا یعنی مثل دوتا دوتا نه مثل این تو مطلبش است ادغام دوتا نه حرف مثل که ایره ادغام حرف در خود حرف میگن و حرف اول سکون میباشه حرف دوم متحرک میباشه و وقتی که ادغام میشه حرف که حرکت داره یا دوم او مشدد میشه مثلا مثالش دارن بالا من نشه میبینید که نون کتی نون یک رقم است و وقتی که ما میخوانیمش نون دوم مشدد میکنیم ادغام متماثلین ای ادغام کامل است ادغام تام است ادغام ناقص نداره ادغام متجانسین ادغام است که دو حروف یک باید در از یک مخرج باشه اولی سکون دومش متحرک باشه و مثال های زیر ما در درس قبلی نشان دادیم برتون ای ادغام متجانسین که است ام ادغام تام داره و ام ادغام ناقص داره و ادغام متقاربین که است ادغام است که دو حروف یا از یک ده یا از مخارج با هم نزدیک باشن یا از صفات با هم نزدیک باشن فرق متجانس و متقاربین بفهمید که در متجانس حروف از یک مخرج است مخرج مشترک دارن و در متقاربین حروف در مخرج نزدیک هستن دو حروف و یا یکی در صفات نزدیک هستن یکی نیستن اگه یکی میبود باز متجانسین میشد یا نزدیک هستن که اولش سکون است و دومش متحرک است و ادغام متقاربین ام ادغام تام داره و ام ادغام ناقص داره ادغام ناقص ما گفتیم ادغام است که از خود یک اثر از امو حرف اولی باقی بانه و ادغام تام گفتیم ادغام است که اثر از حرفی که ادغام میشه هیچ نمانه چیزی الحمدلله که ما توانستیم که دمی سه درس ادغام خلاص کنیم که ادغام ما گفتیم که در انواع ادغام گفتیم و در ادغام نون ساکن نون تنوین هم دیدیم ادغام میم ساکن هم دیدیم و انواع ادغام صغیر هم دیدیم ادغام کبیر هم دیدیم و ادغام از نگاه کیفیتش هم دیدیم که ادغام تام و ادغام ناقص بود این همین موضوعات ادغام بود دیگه باز بعدن باز یاره پرکتیس میکنیم در تمرین که ما میریم از این بعد ما در تمرین که میریم باید امی ادغام که میبینیم باید بشناسیم که کدام ادغام است مثل که در درسای قبلی ما تنها گفتیم که نون ساکن این ای اخفا میشه ای اظهار میشه ای اتو میشه اتو میشه آل دیگه استاستا باز امی نوتای ما زیاد شده میده سر ار آیت شاید دو سه خط نوت ما شوه که ما خوب باید دیره پرکتس بکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته